یکی از وعاظ گفت فلان یکی از بستگان ما تو اصفهان پیرزنی سن بالایی، ما گفت این سالیان ساله از وقتی یاد میدیم ما بچه‌م تو خونش هر روز یه زیارت عاشورا داره، 5-6 تا پیرزن کسی میاد. گفت یه بار من تو ذهنم اومد که ما 4-5 تا پیرزنیم، بعض وقتا 10 تا یه عاشورا خوندن نه روزه یاد دارم، یه چای میدیم، چای شیرین، نون پنیر رو برم خب چیزی هم مینیوستن برای ما، چون تو ذهن بعضی هست باید مجلس 4-5 هزار باشه، 4-5 تا منبری باشه، 4-5 تا مداح، شامم کذا و کذا بدن، بنی رو پوسته رو برو بیا و سرسن، اون وقت ثواب داره. نستجیر بالله. دو نفرن کنار هم نشستن، نه یه نفر شب میخوای بخوابی امتحان کن ببین، شب میخوای بخوابی برقم خاموشش که نیست، بگو تو دلت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مجلس منعقده، ببین چقدر دل صدیقه طاهره رو شاد کردی، ببین امام زمان چقدر دعات میکنه، تمام اعتقادات تو ضمانت کن بخواب. شب اون شب یا شب بعدش تو عالم رؤیان دیدم هم پیرزنا که اومدن 3-4 تا خانومم دارن میان تو، اما یکیشون پیداست، این نور موج میزنه، اینای پشت سر عقبتر میان سلام کردن، گفتم بفرم، دیدم جواب سلام دادن اسم منو بردن، فرمود فلانی تو بیشتر از 40 سال داره عاشورا میگیری. ما تو مجالس پسرم، دقت کنید، تو مجالس پسرم کسی استکان از سر را بذاره کنار، نه اینکه مسئول چایی ها، نه استکان جمع کنه، نه یه استکان از سر را بذاره کنار، پای کسی بهش نخوره، میگم اسمشو بنویسن. تو 40 سال داری عاشورا تو خونت میخونی، ما فراموشت میکنی، کجا بریم پس رفقا؟ اینقدر مهربان.